ظریف در مصاحبه اخیرش روی نکاتی انگشت میگذارد که برجسته ترین نکته آن رو به شخص علی خامنه است. در مقدمه این گفتگو آمده ظریف معتقد است کار شدنی در کشور ما اصلاح فکر است. تا اصلاح فکر صورت نگیرد اوان فریبی و قهرمان پرستی حاکم می شود. با قهرمان پرستی نمی شود کشور را اصلاح کرد. من بندبازی بلد نیستم. زمنی که معتقد به بدبستان هستم معتقد به بندبازی نیستم. اگرچه ظریف تعریف درستی از خود نمیتواند ارائه بدهد اما در دوران وزارتش یکی از شالاتان سیاسی بود که دست هرچه فریب کار بود را از پشت بسته بود. روباهی بود که هم با گرگ سر سفره می نشست و هم با کفدار مرده خوری می کرد و هم با شغال می ساخت. مردم ایران به او لقب کفدار خندان داده بودند. حالا او وامانده از قدرت تصمیم دیگری از خود ارائه می دهد. او در گفتگو با مجله نامه ها ضمن تاکید بر اینکه اصلاح طلب نیستم میگوید اگر تکنوکرات خنسا بودم که با هر دوی آنها یعنی اصلاح طلبان و اصولگره ها می ساختم. این که هر دو من را زدند نشان می دهد خونسا نیستم. من راه سوم را در حد یک کنشگر اجتماعی یا کنشگر مدنی می بینم و هزینه آن را هم دارم میپردازم خونسان نیستم. ظریف در ادامه گفتگوی خود در پاسخ به این سوال که اگر میخواست رئیس جمهور شود برجام بهتر حفظ نمیشد میگوید فکر نمی کنم اتفاقا آنهایی که تخریب میکردن میگفتند دروغ میگوید میخواهد رئیس جمهور شود علیرغم همه گفته های من همین که میگفتند ظریف میخواهد رئیس جمهور شود باعث شد قانون اقدام راهبردی مجلس را تصویب کنند ظریف در رابطه با نامه‌ای که در بهار 1400 نوشته اجازه دهند برجام را به سرانجام برسانم توضیح می‌دهد که نامه را نوشتم چون معتقد بودم وظیفه تاریخی من به انجام رساندن برجام است در این مسیر این هم داشتم وظیفه من این بود که ریش پروفسوری را بکنم ریش کامل ترجیح من این بود که ریش پروفسوری بگذارم اما گفتن ریش کامل بگذارم ولی کارم را انجام دهم من میگویم این کریش من گرد یا دراز باشد چه تأثیری میگذارد جزو اصول هم نیست بعضی ها میگویند ببینی تو وا داده ای سری ریش را عوض کردی خب این آن ریش چه فرقی دارد ظریف در جریان این مصاحبه روی دست همه بلند میشود و از حماس حمایت میکند و اعلام میکند بیشترین حمایت را از گروه افراطی در غزه در هفت ماه گذشته در بیرون از دولت من و معاون وزارت خارجه در دوره من آقای جابلی انصاری کردیم نحمتی نژاد چیزی نگفته کسی که منکر هولوکاست بود سران مقاومت رابطه من با خودشان را میدانند چرا من از طرف آمریکا و کانادا تحت تحریم هستند و دوستان نیستند چرا وقتی من کنار رفتم نتانیاهو میگوید شوک که از شر او راحت شدیم اینها میدانند که من روی نقاط قوت جمهوری اسلامی میایستم وگرنه اصطلاح مالکشی تبلیغاتی و روایت سازی است طبعا مردم ایران تنها نقطه قوت برای بقای حکومت به قول ظریف که از حکومت خامنه ای می بینند سرکوب و جنایت ها و ادام ها در داخل ایران است. در منطقه هم صدور تروریسم و بنیادگرایی و جنگ و خونریزی است که گروه های افراطی نیروی نیابتی خامنه ای را اندازی کرد و واسه از بین رفتن هزاران فلسطینی روی زمین شد در حالی که خود نیروهایشان در تونل ها و زیر زمین مشکلی نداشتند اما یک واقعیت را نباید از نظر دور نگه داشت بنا به گفته خود ظریف چیزی جز اندیشه ارتجاعی و ضد بشری در اذهان همه کسانی که در حکومت ولایت فقیه هستند بیشتر وجود ندارد همهشان سراتح یک هرواز هستند حالا چه ریش بزی بگذارند چه خود را هر جور که میخواهند معرفی کنند یا هر اسم و اسمی دیگر که امروز مد است آنچه که باید گفت همه افراد حکومتی تکی از پلاس سیاه حکومت ولایت فقیه هستند این پلاس سیاه و نفرت انگیز دیدی نخواهد پایی که به دست قهرمانان و جوانان ایرانی به آتش کشیده خواهد شد. روزنامه همه هم خبر داده که ایران 319 فرودگاه دارد با 173 فروند هواپیمای فعال. در میان نمودارها و آمارهای بینون میلی از صنعت هوایی و فرودگاهی نام ایران را در کنار نام کشورهای دارندی بیشترین تعداد پایانه های فرودگاهی میبینیم. بر اساس نموداری که وبسایت ها اخیرا منتشر کردند ایران با داشتن 319 فرودگاه اما از فرودگاه های فعال و غیرفعال و حتی فرودگاه هایی که حتی باند فرود آنها آسفالت نشده در رتبه 22 جهانی قرار دارد بر اساس گزارش آخرین وضعیت شاخص های کلیدی حوزه هوایی در سال 402 که در وبسایت وزارت راه و شهرسازی منتشر شده تعداد فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران 53 تعداد فرودگاه داخلی 19 تعداد فرودگاه های بین 9 و تعداد فرودگاه ها دارای مرز بین المللی 25 فرودگاه ثبت شده بر اساس همین گزارش تعداد ناوگان فعال هوایی ایران 173 فروند و تعداد صندلی فعال در کل فرودگاه های ایران 25080 صندلی است آمارها حکایت از آن دارد که حتی اگر فرض کنیم مبنای آمارها درست است و ایران 319 فرودگاه فعال و غیر فعال دارد صرفا در ساخت فیزیکی فرودگاه ها در دنیا موفق بودیم اما سودی از این فرودگاه ها به دست نیاوردیم ایران در میان پرترافیک ترین فرودگاه های دنیا هیچ فرودگاهی ندارد بنابراین حتی صحبت از رتبه های جهانی سوداوری فرودگاه های ایران هم محلی از اعراب ندارد این در حالی است که به عنوان مثال فرودگاه بین المللی جکسون آتلانتا یک نیروگاه اقتصادی مهم در ایالات متحده است و در کنار ایجاد 63 هزار شغل و تاثیر اقتصادی 34.8 میلیارد دلاری آن برای آتلانتا بزرگترین کارفرمای این ایالت است و در همسایگی ایران فرودگاه دوبی در سه ماه اول سال 2024 با 8 ممیز 4 درصد افزایش ترافیک در بازه زمانی ژانویه تا مارس 23 میلیون مسافر را جابجا جا می کند. به طور متوسط ایالات متحده بیشترین تعداد مسافران خطوط هوایی را در سراسر سر جهان دارد. چین با 507 فرودگاه به رتبه پایین تر از آلمان 539 فرودگاهی در رتبه 13 هم دنیا قرار می گیرد. اگر معیار تقسیم بندی ما مساحت فرودگاه ها باشد رسب بندی فرودگاه ها تغییر واضحی نشان خواهد داد از نظر اندازه کلی فرودگاه بین میللی در تمام عربستان با اختلاف بسیار زیاد بزرگترین فرودگاه جهان است این فرودگاه سابقا پایگاه هوایی ایالات متحده بوده که اکنون مساحتی نزدیک 300 مایل مربع یا 777 کیلومتر مربع دارد با این وجود این فرودگاه سالانه میزبان تنها حدود 9.7 میلیون مسافر است در میان بزرگترین فرودگاهی دنیا، فرودگاه درکسینگ پکن بزرگترین ترمینال فرودگاهی در جهان را دارد. اگر بخواهیم فهرست فرودگاهی برتر را نه بر اساس مساحت بلکه بر اساس مجموع مسافرانی که به اونها خدمت ارائه شده یا بر اساس تعداد هواپیماها در رفت آمد هستند رتبه بندی کنیم نتایج باز هم به طور قابل توجهی متفاوت خواهد بود فرودگاه اول هارتسفیلد جکسون هست فرودگاه بعدی بینالمللی دوبی هست و فرودگاه بینالمللی سوم دالاس فورس رتبه سوم شلوغترین فرودگاه ها بازم از ایالات متحده است. فرودگاه بعدی هیترو، فرودگاه بعدی هاندای توکیو، فرودگاه بعدی دنور و جایگاه فرودگاه بین المللی امام خمینی بر اساس آمارهای پروازهای شهر فرودگاه خمینی در وبسایت این فرودگاه تعداد کل پروازهای این فرودگاه ورودی و خروجی در سال 402 49256 پرواز رسیده. این در حالی است که در همسایگی ایران تنها از فرودگاه دوبی هر هفته بیش از 8000 پرواز به نقاط مختلف دنیا انجام می شود و در دیگر همسایه شمالی ایران ترکیه در 11 ماه سال اول فقط در فرودگاه استانبول 465256 پرواز ورودی و خروجی ثبت شده در همان بازه زمانی فرودگاه سبیها گوکچن دیگر فرودگاه بزرگ شهر استانبول 204688 پرواز ورودی و خروجی داشته